تمرین کردنه؟ مثلا خیلی حس گرفته، کافیه فقط را بری شترمرغ، کیلو کیلو ازت هنر میریزه. لازم نکرده صداتو بندازی تو سرتو مثل شغال زوزه بکشی. چیه؟ چه خبر شده بچه؟ از سوپر استارتون بپرسین خانم مصطفی. بابا فیگورم که نیای تو کار بدی آقای مصطفی، بازم نقش اولی. حق دارن، داری زیاد روی میکنی رنا. نمیشه یه روز مثل آدمیزاد خودتو گرم کنی. چرا؟ گیاه میروید، پرنده زمین را ترک میکند. چرا دریغ کنیم از انسان حق عوض شدن را؟ آیا غذا نمیدهند به آنان که گرسنه‌اند؟ چرا راه مردمی را ببندیم که یک آتش دارند؟ آتش امیدواری. خوبه؟ وقتی اینجوری رنگ شی، بایدم اونجوری گرم شی. سفارش کن، شوهر دی نقش آدمیزاد به هم بده، ببین چجوری سالونو میتره کنم. خوبه، خوبه. عطر آن است که خود ببوید. بجنب امید آینده ی هنر. در سالونو باز کردن. ما ها همگی فارسی زبونا، ما ها همگی فارسی زبونا، میکنیم صحبت با شش تا صدا، میکنیم صحبت با شش تا صدا، رره رو رره رو، راروری راروری، رره رو راروری، رره رو راروری. بچه‌ها کافیه، بیاین 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 بیاین. به جای اینکه صداتونو واکس بزنین، یه خودم تمرین راه رفتن بکنید. ناسلامتی نمایشمون بی کلامه. خب خسته نباشین. دلم میخواد امشب سنگ تموم بذارین. امشب نخواه بردی؟ حتما میخوام ببینن، بودجه بدن، بودجه. خدا دهنت بشتفه، ما یکی تا خرخره به پیتزای معلمون بده کاری، چوب خطمون پره، نسیه هم به اون پیتزا نمیده بابا. مشکلی نیست، میای جیگرکی محل خودمون، سفارش میکنم اقساطی بهت جیگر بده. آقا دل و قلوم داره. داره، اما به گریگوریاش نمیفروشه. با ظاهرا ما یه چیزی هم بدهکار شدیم. آقا دونگ ما چقدر میشه بده؟ شوخی بسه، امشب یه مهمون داریم که خیلی مهمونه. آبروریزی نکنین، طرف خیلی سخت پسنده. حواستون باشه آبروی ما رو بالا غیرتن نبریم. معلومه طرف یه کاری هست، فیلمسازه؟ نه خیر، یکی از آدمای مهم شهرداریه. از خودمونه چه بابا؟ سوپوره! ای بچه ها، امشب میخوام کاری کنین کارستون. همه یادتون باشه عروسکین، فقط عروسک. آقا نمایش تموم شد. من از دوستان آقای مصطفی هم، میتونم برم پشت صحنه ببینمشون؟ شما از رفیقای آقای مصطفی هستین؟ بفرمایین، خواهش میکنم بفرمایین. متشکرم. آن که میخندد هنوز خبر وحشتناک را نشنیده، آن که میخندد هنوز خبر وحشتناک را نشنیده، در این زمانه از درخت حرف زدن جنایت است، زیرا حرف زدن از درخت یعنی سکوت در برابر جنایت‌های بی‌شمار. دیوونه، هنر تو خونته،
خودم یه روز کشفت میکنم خورمالو. چهره شما بیشتر به نقشه قربانی میخوره تا یه قهرمان. ایشون کی باشه؟ شما کی هستین؟ اینجا چی کار دارین؟ کی؟ من؟ نه خیر، مجسمتون. ببین آقا، عینک تو بذار بالاتر، مطمئنی درست اومدی؟ خب بله، من از دوستان آقای مصطفی هم. برای عرض ارادت و خسته نباشید خدمت رسیدم. آها، پس شما هستین؟ بله، من شما هستم. ببخشید، من کی هستم؟ شما خودشی. آقای مصطفی ناراحت بودن که شما اینجا اومدین. نه، یعنی ناراحت بودن که شما چرا نیومدین. یعنی خب اونجا بده. به 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 به، جناب آقای شهردار نمونه. یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. خوش اومدی برام جان، بیا. شما هم پاک کنین زودتر بیاین. چیه؟ تخم کفتر بدم زبونت فاشه؟ یارو برق داشت؟ عجب، ما همه علاقه از دور بیکاری اومدیم تو. خواهش میکنم، هنرمندای مثل شما واقعا بی نیاز هم. همین شمه خوبه، چطور از امشب هیچی نخوریم بچه ها؟ پس آدرس رو میدم خدمت جناب مصطفی. آدرس نمیخواد چی؟ ده بیستا برداره بفرش قبوله. خانم کارتون واقعا عالی بود. به خدا رضا، چشاش با اون صورت کشیده ی استخونه یه جوری بود، یه چیزی بین عقاب و جغد. ده البته توش حتما صافه، چون دوست آقای مصطفی. تو چی کار به توی یارو داری؟ ور پریدی؟ نمیدونم، همینجوری. آره جون خودت، عشق دنیای دلم. کلکسیون پروانه هایی که میبینید منحصر به فرده، هیچ جای دنیا نظیرشو پیدا نمی کنید. کار مرحوم پدرمه. شکارچی پروانه بود، تقریبا از بیشتر نقاط دنیا پروانه صید کرده. هندوستان، روسیه، شبه جزیره عرب، اروپا، چین، مصر، آمریکا. ببخشی، ترکی نداره؟ دب ترکیه. چرا؟ ترکی، لوری، کردی، خراسانی، تبرستانی، در واقع یک کشور توی قاره، دنیای نسبتاً کامل، دنیای پروانه‌ای. خب، اجالتاً یه چیزی میل کنید تا بعد برسیم به دنیای هنر. بچه ها، بچه ها، گیتونی، شرعیتون رو تعمیم کنید، اجازه بده، من یه دنه. چه خبرتونه؟ بول نشین، چه خبره؟ که از خودتون نیست؟ کاردون که از خودتونه. کاری نکنی که کارتون به اورژانس بکشه. یه هفته است به شکممون وعده دادیم. صحنه که نیست که ارد میدی نوکرتم جون اوستاد زده حال نزم بذار کارمونو کنی. میگم این برام خود عجب روانشناس بی سیاه بزن. ببین برای چند تا آدم چند نفری؟ یک دو سه چهار پنج ده تا. برای ده تا آدم یه سوپرمارکت رو خریده با. یعنی هممونو با یه یار تو دلمون حساب کرده. ظاهرا از کلکسیون پروانه ها خوشتون نمیاد. ناراحت شدین؟ شما از کجا فهمیدی؟ روانشناسی. دوستتون اشاره کردن؟ آها، پس روح آدما رو جراحی میکنید. بسیار خوب. به چه دلیل فکر کردید من از تابلواتون خوشم نمیاد؟ برای اینکه زنده نیستن، مرده. قاتل این همه زیبایی باید آدم سنگدلی باشه. پشت سر مرده غیبت نکنید. قتل عام پروانه ها دنیای هولناکیه، نه؟ ببخشید، شما موسیقی ایرانی نداری؟ تا دلتون بخواد، یه آرشیو کامل از آثار موسیقی کلاسیک. کلاسیک نه، موسیقی روز، ترانه. ببخشید، من ترانه گوش نمی کنم. چرا، حرومه؟ نه، ارزش موسیقایی نداره، وقت تلف کردنه. پس خیلی ناامیدتون کردم. عذر میخوام خانم، شما هنرمندین،
از سلیقه شما انتظار بیشتری میره تا سلیقه من و امثال من. اوه، حالا از که کوه درست کنینا. اصلا یادم نبود ما خودمون یه مطرب داریم. راحت باشین دوستان، مادر از حضور شما عمیقا خوشحالن، امیدوارن امشب برای همه شبی باشه فراموش نشدنی. مادر سالها بود که بر اثر سکته پاها و زبانش از دست داده بود، اما گوشهای تیزی داشت، همینطور چشمهای تیز بینی. اون شب از رعنا خوشش نیامد. رعنا دختری جسور بود و البته کمی هم پر رو، اما حضورش تو اون قصر مرده برای منی که اسیر شبح دو زن بودم میتونست نجات بخش باشه. شایدم گستاخی رعنا دلیل اصلی انتخاب من بود. من سالها عادت کرده بودم زیر نفوذ دو زن زندگی کنم. نمیدونم با حضور رعنا در این کاخ روح نشین چه اتفاقی میافته، اما هرچه باشه رعنا یک زن زنده است، زنی که میتونه یه بچه به من هدیه کنه. اصله معلومه شما به اصالت خیلی اهمیت میدی. دقیقاً اصالت شخصیت انسان قوی و کامل و قابل احترام میکنه. ببخشید که ما شما رو ستایش نکردیم. چرا ستایش کردید؟ خودتون متوجه نشدید. ای بس خیلی خوش به حالته. بفرمایید. بله خوشحالم، خیلی خوشحالم. از خود راضی؟ من تا حالا در مقابل هیچ بنی بشری تعظیم نکردم، یعنی روحن اینجوریم. این خاصیت همه دانشجوهاست، همیشه معترضن، عصیانگرن. علی کجایی؟ شاهرود. آه پس شما از دخترهای سرکش کبیر. آقای رفعت، من یه دختر شهرستانیم، بابام نه خیلی پول داره نه خیلی فقیر، معلمه، از اون معلمایی که خودشونو وقف بچه ها میکنن و ریه هاشون پر از گچه. طوری تربیتمون کرده که هیچ وقت محتاج کسی نباشیم، هیچ وقت چیزی رو به ما تحمیل نکرد. یادمون داد راه درست زندگی رو خودمون پیدا کنیم. خب حالا راه درست رو پیدا کردی؟ بله. ممکنه خواهش کنم به منم نشون بدی؟ البته، کافیه همون جوری باشید که فکر میکنید، راه خودش پیدا میشه. یا میشه یا نمیشه. با من ازدواج کن. خانم ها آقایان بفرمایید.
آیه خانم، جلو فامیلای یارو بعدی عروسی دخترت باید این خونه رو بذاری رو سرت. دلم شور میزنی فهیمه جا. عالیه، رعنا عشقتون ببینه پریشون میشه ها. دست خودم که نیست. ایوا آقا شون، سازشو که زد بعد هدیهشو بهش بدی یا؟ بله. خب همینجا بمونید، اتاق که هست. ده چه معنا داره عروسک خانم؟ کجای دنیا رسمی که هم دختر بدن، هم بابا ننشو؟ حق با فهیمه است رنا جان. ما یک شب مهمانیم و صد سال دعا بود. مبارک باشه. یادت باشه بابا، برای آتیش اومده بودی. خانم بزرگ، اجازه مرخصی میفرمایید. جون شما و جون رهنا. خدا حافظ خانم بزرگ. خانم بزرگ، مادر رهنا خانم هستن. رنا، ناراحت نمیشی یه ساعتی برم پهلوی مادر؟ نه، حتما برو. متشکرم. خسته نباشی. مرسی. خسته نباشی. ممنون خانم. داری صبحانشو میدی؟ نه آقا، لب به شام نزده. باید دواهاشو بدم. میدهش خالیه، حالش بد میشه. خیلی خوب، خودم میدم. تو برو به بقیه کمک کن. چشم آقا. بخور. بعدش با اون چشمات آتیشم بزن. بزنه و شیره مسموم باشه از شرم راحت میشی نه؟ نه؟ چیه؟ ناراحتی؟ تو که هر کار دلت خواست کردی. بدبخت ننه رعنا، بس که عشق ریخت چشمه عشقاش خشکید. خیلی کیف کردی نه؟ تنها کسی که میخواد من همیشه تو قل و زنجیر باشم خودتی. رعنا دست و بالتو میبنده. خیلی مارمولکی مادر، حاشا نکن. تو از بچگی منو ترسو و ذلیل و اسیر تربیت کردی. نه مادر، نه، من نه کودکی داشتم نه جوونی. بهترین سالهای عمرمو تو و اون معلم هرزه حرام کرد. امشب میتونست جشن تولد 7 سالگی بچم باشه، نه عروسی خودم. عمر پدرم هم حرام شد. تنها دلخوشی پدر من بودم. مثل یه افعی رو سرش خیمه زدی و لرزوندش. یادمه تا اخم میکردی مثل بچه هایی میشد که از ترس شلوارشون رو خیس میکردن. نه مادر. ولی نه، تمام شد مادر. بالاخره طلسم اقتدار تو شکست. من علی رغم میل تو ازدواج کردم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. آه چقدر خوبه مادر، آزادی چقدر خوبه. احساس میکنم جوانتر شدم، قدرت دارم، خوشبختم. امشب قادرم که برقصم. Ha 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 ha
نه مادر، خواهش میکنم تو به رنا حرفی نمیزنی. مطمئنم اون نباید بفهمه که بانو کجاست. یعنی ممکنه آرامش زندگیمونو به هم بزنه. نه مادر، اون جرأتشو نداره. من از اون زرنگترم مادر. حواسم به همه چی هست. تئاتری بودنش، شلختگیش، دوستاش، همه فتنن. اون باید طبق میل ماها رفتار کنه. آره، همه وعدهایی که بهش دادم نقشه بود. میخواستم رم نکنه. حالا که شکارش کردم اهلیش میکنم. خیالت راحت باشه، رنا باید رام بشه مادر. اما واقعا دوست داشتنی مادر، رنا همونیه که من بهش احتیاج دارم. از وقتی سرکله رنا تو زندگی من پیدا شد، بانو فهمید یه رقیب سرسخت داره. البته حق داشت. بدبینی و حسادت بانو رو عذاب میداد. از همون شب مهمونی با من قهر کرد. احساس میکرد زن بی‌عرضه‌ایه، زنیه که نتونسته عشقشو برای خودش حفظ کنه. هرچه خواستم بهش بگم که عشق اول و آخر من تویی، به گوشش نرفت که نرفت. خب برای منم مشکل بود. بانو سالهایی که تو دیار قربت تحصیل میکردم تنهایی منو پر کرده بود. حالا انصاف نبود که با اومدن رعنا مثل یه دستمال کاغذی مچلش کنم و بندازمش دور. نباید میذاشتم رعنا از وجود بانو تو اون کاخ بویی ببره. ناراحتی جا تنگ شده؟ خیلی خوب، میفهمم. برام کجایی؟ با خودت خلوت کردی؟ صبح شدم. چیه؟ دست به چی؟ مثل اینکه شب عروسی مونه ها. خیلی خسته شدی نه؟ ای تاب ماه عسل کجا بریم؟ مطمئنم که شمال نمیریم. از کجا فهمیدی؟ خب شمال جنگل داره که ما یه کوچولوشو داریم. دریا داره که باز ما یه کوچولوشو داریم. فقط جنگل شمال ترسناکه اما مال ما نه. دریاشم موج داره که مال ما نداره. چه خوب غرق نمیشیم. باید یه جایی بریم که تاریخی باشه. تاریخش هم که داریم، یه موزه کوچولو. کبیر چی؟ کبیرشو نداریم. اولش که داره؟ کاشان. نه زیگهش معروفه. معلومه تایبیزه. چطور شد کرمان؟ فکر کردم هنرمنده خوششون میاد، مخصوصا ارگ بمشو حتما میپسندی. وای خدا چه لطفی داره، انتخابت حرف نداره، شاهکاره. چطور رنا؟ یه کمی تو کوچه پس کوچه ها لای دیوارا تو قاب پنجره ها داره جیغ میزنه برام. بچه هایی که پا برهنه یه قلدقل بازی میکنن. دخترهایی که موهاشونو گیز کردن و منتظرن. مادرهایی که سر تنور نشستن و نون میپزن. شکوه عظمت واقعی تاریخ یعنی هم ببینی چقدر مستحکمه. من با لجباز، زندگی نمایش نیست که جیغ بخواد. خیلی خوب جستتو درست کن. میخوای خیلی پوز بدم؟ مثلا خوبه؟ نه مزهکه، ولی یه جورایی بارمکه.
جوک میشی رانو، فامیلا دستت میندازن. هوا خیلی عصبانی شده، بریم. کجا؟ ممکنه بارون بیاد. از بارون فرار کنیم؟ زیر بارون بایسته که چی بشه؟ که خیس نشیم، که نشون بدیم مجسمه حماقتی. تو رو خدا بهرام یه نفس عمیق بکش، بوی کاگل و نم بارون. آخه چطوری دلت میاد؟ نمایش تمام شد رد. من دوست دارم بارون رو، دوست دارم. بچه ایران، خیلی بچه. خیلی خوب، اخ نکن. همش تو افه نمایش ایران. من عاقلی میدونه زیر بارون واسه سرما میکنه. سرما میخورم، گله که نمیخورم. دواش 4 تا قرص. ظاهرا با یه زن آرتیست زندگی کردن. خیلی بعضی وقتا جواب آدمو میده. چی؟ سیگار، پیپ، قلیون، دریاک. یعنی پاش بیفته دریاکم میکشی؟ مشکلی داری؟ باورم نمیشه. اهل هنر غالباً با دود و دم رفیقن. ظاهرن تو از قافله عقب. من از قافله پرتم بهرام خان، میترسم. من همیشه میترسیدم. خواهش میکنم هیچ وقت سراغ مخدر نرو. شما زنا بیشتر از دمش میترسیم تا توش. باشه، تو بخوای لب نمیزنم، عوضش تو هم یه قول کوچیک بهم بده. ای زبل، داری کم کمک خودت رو میکنی. ها فامیل من به اسم و رسمشون خیلی اهمیت میدن، حقم دارن. رگ ریشه ما اصیله. تو که راضی نیست خانواده من پیش فامیل سرشکسته بشه. راستی معلومه که حسابی پختنی. تا سپاره شده گربه رو دم در هجله بکشی آقای رفعت. دارم جدی حرف میزنم رانا، سعی کن عروس نمونه باشی. چشم بهرام خان. ولی بهرام، فکر نمی کنی زیاد گوش کردن به حرف و حدیث فامیل کار غلطیه؟ چرا غلطه، اما بی خودی هم نباید گزک دستمونو بدیم، درسته؟ بیرو دروسی برام، حرف دلتو بزن. من باید چی کار کنم که تو سرشکسته نباشی؟ یه مدت کار نمایش تو ول کن، موقتا. چرا؟ چون برای فامیل من کار کردن زن کسرشن. چه خبر ایوب؟ امن و امان آقا جان. آقا تو رو برماه خاک آقا بزرگ. هر وقت خواستین جای دوری برین ایوب رو کفن کنین. چطوری بابا ایوب؟ خدا رو به قبله بودم خانم جان، یه روز دیرتر می اومدین ایوب رو تو تابوت می دیدین. داشتم دق می کردم بدون شما و آقا. این خونه این قبرستونه. بفرمایی خانم جان، بفرمایی، بفرمایی. شال و کلاه کردی؟ کجا؟ میخوام برم خونه یه آقا شجاع، برای اون شکلات میخری بابا. لوس نشو.
منم باها تا یه جاهایی میام. میخوام برم خونه فهیمه اینا. چرا؟ خب دلم تنگ شده. تو هم که خونه نیستی. منم حوصله‌ام سر میره. هنوز نیومده؟ چیه؟ مشکلی داری؟ نه. فقط خود برام عجیبه. چی؟ احساس میکنم حضورت تو این خونه مثل یه مسافره. موقتیه. نمیخوای باش رفیق بشی؟ بازم که یه طرفه به قاضی رفتی جناب شهردار. فکر نمیکنی یه خورده زوده؟ جیره بندیه؟ چی؟ دیدن دوستای قدیمی. نکنی دوستی من با یه مش گداگشتی کسر شأن فامیله. لشکر کشیدم خوبه؟ بنگ! زدم به هدف نه؟ ما خیلی وقت دستمون بالاست. لازم نیست شلیک کنیم. برای عروسی که تازه از ماه عسل اومده زشته که دوره بیفته و خودشو نشون بده. یعنی چی؟ خب آدم دلش تنگ میشه. اونم تک و تنها توی خونه درندشت. سعی کن مستقل باشیم. برای خوشبختیمون لازمه. برام آدم تا وقتی یه نفره تنهاست، وقتی دو نفر میشه بازم تنهاست. فرقش اینه که تنهاییش به اندازه یه نفر کمتر میشه. ما به دوستامون احتیاج داریم. نمیشه که یه پیله دور خودمون درست کنیم و هیچکی توش راه ندیم. این که نشد خوشبختی؟ این یعنی تاریک دنیا شدن، یعنی زندونی شدن. قرار نیست من و تو زندونی هم باشیم. اونجوری نگام نکن. یادش بخیر. چه روزایی بود. بمیرم برا حسرت دلت مادر بزرگ. مثل پیر زنا حرف میزنی. چی شده رانا؟ من رفتم خیلی. ایوا کجا بشه؟ شنیده که نمیتونه دوری متحمل کنه. کافیه بگم آخ رنگش میشه عین مهتاب. خب زنشی عشقشی. البته همین چند سباه اوله ها. بذار بهت عادت کنه، اون وقت دنبال یه بهونه است که دکت کنه و از شرت خلاص شه. بشی زیادم نیلی به لالاش نذار. نفهم جون دلم شور میزنه. من رفتم. خداحافظ. خداحافظ. آی 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 بسوز پدر عاشقی. ظاهرم تو دیوونه تری. برام حواسم پرت کنی فلان. خیلی خوب تو بردی. هنوز بازی تموم نشده. چرا در یکی از اتاقای بالا قفله؟ قفله که باشه. چه کارش داری؟ جدی برام سواله. میخوام بدونم چرا همیشه درش قفله. چون یه انبار پر از خرت و پرتای قدیمی. اماش خاطرات فراموش شده. دلیلی نداره باز باشه. به به جفت چهار. میخوام توش رو ببینم. باشم سر یه فرصت نشونت میدم. رانا Thank you.
بکشونم قول میدم رعنا همون جوری بشه که من میخوام درست شمیده دیشب با خودت حرفایی میزدی؟ تو خواب؟ نه خیر، تو اتاق بالایی بهت نمیاد خیالاتی باشی عجب گوشای تیزی داری تو خوابم حواست به همه چه هست؟ آخه برام خیلی عجب بود دفتر خاطرات تو ورق میزدی؟ شاید بلند بلند فکر میکردم ذهن تو مشغول جزئیات نکن، خسته میشی خداحافظ خداحافظ ده؟ همین؟ هیچ حواسم نبود زود بیا خونه حواست کجا بود؟ هیچ جا همینجا داشتم فکر میکردم با این خونه چی کار میشه کرد؟ اشکالش چیه؟ هیچی هر زنی دوست داره خونهشو به سلیقه خودش درست کنه اشتباهه به جای عوض کردن دوروبرمون بهتر خودمون رو عوض کنیم راحت تر و منطقی تره که درسته ولی بعضی وقتا برای تنوع لازمه نه خونه موزه است و نه ماها مجسمه مطمئنه که نیستی؟ امشب میریم مهمونی بهتر اون لباس مشکیاتو بپوشی خب پس بهتر بود شما با یه عروسک ازدواج میکردی بهرام خان من خیلی دقت کردم تو بی اراده دستاتو تکون میدی واسه همینم خودت متوجه نمیشی خب مسلمه نبایدم متوجه بشم نکن یعنی چی؟ دستامو ببندم؟ چطوره ببرم و بندازمشون دور؟ لطفاً جدی باش رعنا خواهش میکنم مراقب دستات باش آخه چطور ممکنه برام؟ هر کسی یه جور حرف میزنه یه جور را میره مدل الگو نداره که تو کلن از حرکات دست و سر و شونه و چهره زیاد استفاده میکنی برای همین وقتی حرف میزنی شدید و غلیظ به نظر میاد غلطه دست بردار برام دارم دیوونه میشم تو وقتی حرف میزنی سعی کن لبات بیشتر از 3 سانت وا نشه تو رو نگاه کن که چشمات مثل وزغ نزنه بیرون دستاتو مثل میمون زیادی تکون نده منم آدمم برام نه یه حیوان خونگی ام نه عروسک کوکی نه بچه‌ای که هر جور دوست داری و دلت خواست تربیتم کنی آدمم میفهمی الف دال میم خول شدی الان غلظت حرفان چقدره هان چقدره چند درصدی 60 درصدی 70 درصدی 80 درصدی رانا با من حرف نزن مگه دیوونه شدی نوبت دیشب ازت عذر میخوام عذرخواهی های تو از صد تو فوش بدتره باور کن من منظور بدی ندارم تو لیاقتشو داری که بشه این ملکه بی عیب و نقص حیف که به چه قیمتی؟ به قیمت له کردن من؟ من همینم که میبینی دلم میخواد خودم باشم تو من احمق و همینجوری دیدی و پسندیدی با کارم مشکل داری با دوستام مشکل داری با خودم با حرکاتم خب میرفتی دنبال یه زنی که نه کور باشه نه کچل باشه نه چلاغ باشه من عقب افتاده رو انتخاب کردی چرا؟ تو عصبانی هستی حرفای منو نمیفهمی حرف چیه بهرام؟ درد چیه؟ اصلا گوره بابای شن و منزلت فامیلی من فکر تو وقت کار میکنی یا با دوستاتی؟ یعنی چی؟ یعنی که اینجا نیستی با من نیستی تو نمیخوای با وضعیت جدیدت کنار بیای نمیخوای قبول کنی که رشد کردی گنده شدی برای خودت شخصیت مستقلی شدی نیازات رفتارت آرزوات با قبل از ازدواجت فرق کرده نمیخوای به من به این خونه به آیندهمون فکر کنی تو مریضی بهرام به خدا مریضی آخه این پرت و پله ها چیه گله هم میکنی خودت میبری و میدوزی و میپوشی تو داری منو متهم میکنی من حرف دلمو زدم رانا خواهشان ناراحت نشو
ثابت کن اشتباه فکر میکنم. بله 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 اشتباه فکر میکنی. تو چرا نمیخوای قبول کنی که منم تو این خونه دیمی نیومدم؟ برای من خود تو مهمی بهرام. تو مرد سرنوشت منی. دلم میخواد قوی باشی، غرور داشته باشی تا بتونم بهت تکیه کنم. میدونی اشکال من اینه که زیادی روکم. بلد نیستم حاشیه بافی کنم. اهل مبالغه نیستم. متشکرم رانا. متاسفم که اذیتت کردم. خداحافظ. وقتی وامیسه پشت پنجره رو برام دست کن میده خیلی خوشحال میشم. ظاهرش مثل ببر و باطنش مثل موش. معلومت چته؟ این کارو یعنی چی؟ خب برای کسی که کرم تئاتره، اینم یه جور کرم کشیه. از بیکاری و تنهایی نجاتم میده. شدی مثل جن بوداده. میخوای همه رو زهره ترک کنی؟ حیف شد برام. کاش میشد دوباره برم رو صحنه تئاتر. با این قیافه ایوب فکر کرده دیوونه شدی رانا. یه فکری تو که این کاری؟ چون هم خودتو عذاب میدی هم منو. میتونی یه نمایش تک نفره درست کنی، از دوستات دعوت میکنیم بیان تماشا. مطمئنم که کپ میکنن. اینم یه راه حله. کچی بعضی هیچی. خدمت شما یه کادوی ناقابل برای همسری شایسته. دست درد نکنه برام. اون یکی بسته چیه؟ بهت میاد. مبارکت باشه. اون لنگه همینی که دستته. یعنی دو تا خریدی؟ خب برای چی؟ میخوام تبدیلش کنم به یه خاطره. یاد بوده اولین سال ازدواجمون. پیر که شدیم برامون یه سرگرمی قشنگه. بهرام باز کن، خیلی برام مهمه، بازش کن. چی برات مهمه رانا؟ باید بیام تو. باید؟ بله باید بیام تو. یه تو که مثلا چی رو کشف کنی؟ چه میدونم، خودم آتو این خونه خراب شده رو. بازش کن. یا همین الان میام تو اتاقا میبینم، یا برای همیشه میرم گورم و گم میکنم. خسته شدم. خیلی خوب بیا تو، شاید از خودت خجالت بکشی. چرا نمیذاشتی اینجا رو ببینم؟ دیدن نداشت. فقط برای من؟ برای هیچ کس دیدن نداره جز خودت. برای من یه مش خاطره است، نه ویترین و مغازه. من و تو زن و شوهریم، نه دوتا غریبه. تا قبل از آشناییمون دوتا غریبه بودیم، نبودیم؟ خب این خاطراتم متعلق به اون روز هست. آخه یه مش خاطره رنگ رو پریده به چه دردت میخوره؟ وقت و بی وقت میای اینجا به بهانه ای کار، به بهانه ای لباس، دزدکی، نصف شبی. آخه چرا اینجا انقدر مهمه؟ میخوای ساز و دهل را بندازم؟ آره دلم به این خاطره ها خوشه. اینا برام مهمه، خیلی هم مهمه. بازش کن.
اون تو هیچی نیست جز یه مش شندرپندر که فقط برای خود من ارزش داره. بازش کن. پس رانا کنجکاوی تو احمقانه است؟ مثلا خانم هنرمنده، از حسادت داری میترکی. خب چی دیدی؟ یه مش عکس رنگ رو رفته که همه ی دلخوشی منه. چی فکر کردی؟ حرف تو کله پوکت فرو نمیره؟ برو پایین، دوباره از این فضولیا بکنی هرچی دیدی از چشم خودت دیدی. برو پایین. شدی؟ یا جن راسته و تو خونه ما جن هست، یا که بهرام قاطی داره. یه نفر تو اون خونه هست، دیشب صدای خندش رو شنیدم، یه جوری شبهشم دیدم، نفسم داشت میبرید. زنه فهیم جن نیست، زنه. تب داری رانا؟ کنجکاوی زیاد کار تو ساخته؟ چرا هزیون میبافی؟ هزیون؟ باور کن فهیم، هزیون نیست، واقعیته. ممکنه مال فشار خونت باشه، الان یه آب قند برات میارم درست میشی. اون کمد لعنتی برام شده، اینه هم مثلث برمودا، هر راز و رمزی هست اون کمده. تو خودت هم مقصری، بدپیله ای. همه این مردا یه مش خاطره شخصی دارن که نمیخوان زناشون بفهمن. زنا هم همینطور. اصلا تو فکر کردی من و رضا از همه پستوهای دلامون خبر داری؟ فهیم، تو اون کمد یه چیزیه که برا بهرام بیشتر از یه خاطره شخصیه. آخه توی کمد چی میتونه باشه که ملکه کاخ رفعت رو ترسونده؟ لولو خورخوره؟ سر بریده؟ بمب اتم؟ چی؟ یا بود یه عتیق متیقه ای چیزی داره که نمیخواد لو بره؟ حبود نیست که اینقدر خودتو باختی؟ بخور تلخ میشه. میشه دهنیت اینقدر نجنبه؟ اعصابم خورد شد. واه واه واه، با صد من عسل نمیشه خوردش. به نظر من که حساسیتات همش چرنده. آره جون خودت، نبوده که ببینی وقتی ازش خواستم در کمدو واکنه یه حالی شد که داشتم قبض روح میشدم، میخواست منفجر بشه. شده بود عین گربه های وحشی، چیزی نمونده بود تیکه تیکم کنه. احساس میکنم توی یه جزیره خالی هم فهیم، دوروبرم پر از شبهه. خودت خواستی عزیزم، پس از میدون در نرو. باشم این آقای دکتر الان میخواد با شما حرف بزنه. رنا
این دکتر عدنان ما 45 سال پیش، یعنی وقتی 17-18 سالش بوده، عاشق دختر میشه و بهش نمیرسه. هنوز که هنوز مجرده و هنوز عاشق. خوبه ازش بپرس عشق کپسول داره یا آمپول، شاید ما هم بشیم لیلی و مجنون. وقتی دوتایتون میخندینا آدم چاق میشه. چی ایوب؟ چی شده که خروس بیمحل شدی؟ توبه آقا جان، توبه، همش تقصیر دکتر عنابه، میخواد با شما حرف بزنه. عناب نه، عدنان. آدم بسیار دقیق و منظم و حساسیه. من الان آب دستم باید بذارم و برم. تو شامتو بخور. صبر میکنم، بیای. تو شامتو بخور. مادر میخواست شام ما رو خراب کنه، بلا دکتر عدنان روزم میتونست اون رو ویزیت کنه. فقط میخواستم ببینم. دیدی؟ خیلی زیباست. باور نکردنیه. چی؟ که زنده نیست. حق داری. چرا اینجاست؟ به همون دلیل که من و تو اینجاییم. این عروسک یه خاطره از رعنا، یه خاطره از دوران تحصیل در پاریس. تو ویترین فروشگاهی بود که توش کار میکردم. وقتی میخواستم بیام ایران، دوستان به عنوان هدیه برام خریدن. بیشتر یه شوخی بامزه بود. خب چرا همیشه در کمد بسته است؟ چون یه خاطره شخصیه که نمیشه دم دست بذاری و هی توضیحش بدی. نمیخواستم وارد زندگیمون بشه. اما شده برام، نه؟ تو تنها کسی هستی که میدونی. دلم نمیخواد با کسی حرفشو بزنی. این عروسک یه موضوع کاملا خصوصیه. پس واسه دیدن این عروسک میای بالا؟ در حقیقت برای سرگرمی. سرگرمی؟ مثل سرگرم شدن آدما با بچه هاشون. شاید بچه می داشتیم. داریم برام. ما بچه داریم. درست شنیدم؟ بله درست شنیدی. چند روزه که می خواستم بهت خبر بدم، اما کنجکاویه زیاد نمی زاشت. تو پدر می شی برام.
باورت میشه؟ باید خیلی مواظب باشی. فکر کردم چند روزی برم شاهرود. خیلی چیزاست که باید مادرم بهم یاد بده. قیافتو دیدی؟ منظور؟ شدی این بچه هایی که فلک شدن. سب میکردید با هم میرفتیم. همش دو سه روزه بهرام. دو سه روزه که فایده این نداره. نمیشه استراحت کرد، نمیشه دل سیر دیدن کرد. احتیاج دارم بهرام، یه سفر دو سه روزه. دلم برای بچگیام تنگ شده، برای مامانم، بابام. خداحافظ. گردنت هم کج نکو. کاش میشد به تلفن کنم. میام بهرام، سفر قندهار که نمیرم. زودی میام. خداحافظ. خداحافظ. چی کنم خوردی؟ خب بپوش لباسای وامونده تو. دختره چش چنگ حسود، میخوای با یه عروسک یه تیکه پلاستیک بجنگی که مثلا چی رو ثابت کنی؟ خودمو نباید بفهمم من تو اون خونه چی کارم، کلفتم، کنیزم، ملعبم، چیم؟ بیا اینم سویچ، مواظب باش یا ترمزش مطمئن نیست. بگیر. بذار اقلن رضا هم بیاد. بیاد گور منو بکنه. خودت هم زیادی هستی. اعصاب داشتم پشت فرمون بشینم، تنهایی میرفتم. چرا میخوای منو زور چپون کنی خانوم؟ لابد میدونی چی کار میکنه؟ ببین، رنا، همه یه فکراتو کردی؟ مطمئنی کارت درسته؟ خلو خب، برید. اگه بهرام بفهمه بهش کلک زدی نرفتی شاهرود، وای خدا، تو دیوونه ای. مریضه، دیوونه است، کم داره. بی خودی قضاوت نکن. برای چی فکر می‌کنی بهرام کار بدی کرده؟ کار بدی نیست؟ یه آدم گنده بک با یه عروسک دل بده و قلبه بسونه کار خوبیه؟ از یه آدم سالمی ندعتفارا بعیده. بابا، فرض کن خونه پرش بهرام عاشق و مرده ی اون عروسک هست. بازم جنایت نکرده که می‌خواین دارش بزنین. چشمم روشن. یه هایی بگو زنش ماسمالیش کن. از کی تا حالا جنابالی مدافع حقوق مردا شدی؟ بابا بس زن و مرد نیست. فکر کن تو خود یه عروسک داری که به هزار یه دلیل دوستش داری، ازش خاطره داری. من چی باید فکر کنم؟ فکر کنم تو دیوونه ای؟ بابا یه خوردم با عقلتون طرف بشین. همش که نمیشه احساساتی عمل بکنی. من باید چیکار کنم؟ نابودش کنم؟ فراموشش کنم؟ باش کنار بیا، با بهرام حرف بزنم،
یعنی از خونم میره بیرون. ممکنه زندگی ما از جنگم تر بیاره. بس رانا، آخرش دیوونه میشی ها. به خودی رضا اون یه عروسکه، آدم زنده که نیست. هست، زنده است. اون هم مثل من یه زنه. یه شوهری داره که اسمش برامه. رنا، اون عروسک شوهرتو قر زده؟ خب عرضه داشته باش، کاری کن طلاقش بده. دلم براتون یه ذره شده بود رنا. برام؟ برای تو اون فسقلیه. داشتم دیوونه میشدم رنا، خیلی زور زدم یه مرخصی جور کنم و بیام، اما نشد. همش جلسه جلسه پشت جلسه. عجیبه که همشون هم استراریه. پس چه عجب خونه ای؟ راستش منتظرت بودم، میخواستم مطمئن بشم که میای. حالا بابک خانه رفت چطوره؟ پری؟ بله آقا. پرستار تازه‌ت رانا، چند روز کار میکنه، پسندیدیش استخدامش میکنم. پری؟ بله آقا. میدونی که خانم بارداره، خیلی مراقب باشی ها، نباید بذاری دست به سیاه و سفید بزنی. خب؟ چشم آقا. حالا برو به کارت برس، برو. لباسای تنتون چک نیست خانوم؟ میخوام لباس بشورم. لباسا باشه بعدن میشوری، باید بری خرید. خرید؟ ایوب که هست. عقلم میرسه، کار ایوب نیست، باید خودت بری. آخه آقا فرمودن تنهاتون نذارم. بله، تو به حرف کی هستی؟ من یا آقا؟ من کنیز شمام خانوم. میری پیش خانم عشقوز، بلدی که؟ بله. یه امانتی پلوشه ور میداری میاری. یه وقت آقا عصبانی نشه خانوم، خیلی سفارش کردم. به خدا من یکی که خیلی اخراج که نمیخوای بشی، میخوای؟ نه خانوم، اخراجم که سیاه بخت. پس زود باش حاضر شو برو. چشم خانوم. Thank you.
خانم جان، خانم جان چرا مراقب نبودی احمق؟ به خدا بودم آقا. برو کنار، باز کن. من اونو کشتم. شایدم من بچم اونو کشتم را. از روزی که حساسیت تو رو فهمیدم، از روزی که فهمیدم پدر شدم، سعی کردم اون عروسک رو گمگور کنم، نابودش کنم، اما نشد. یعنی دلم نیومد. من نباید به اتاقش میرفتم. اون عروسه چندین سال تو قربت تنهایی تو پر کرده، بس خیلی از من قوی تره. من نباید با اون می جنگیدم. حقش برو. من هنوزم احساس تو رو نفهمیدم. نمی دونم. حسادته، حساسیته، چیه؟ اون عروسه کاری به کار تو نداشت. چرا باش چپ گفت؟ اون عروسک نیست. زن ایدئالت درسته؟ بس دیوونه. زن ایدئال من توی. سعی نکنی کار کنی بهرام. دوستش داری نه؟ شورتو ببرم با این بازیت. فرض کن رو صحنه احمق ارزه داری. بسم الله. سختی، به خدا سختی. باید به این فرصت بدی. قول میدم بتونم درش بیارم. شما ماتس قربان. چرا نمیشینی؟ همون جوریه که دوست داری. چی؟ همه چی؟ من، میزشا، موسیقی کلاسیک. بسیار خوب. چی میل داریم؟ بسرم. منظورت از این بازی چیه؟ بازی نیست برام. میخوام همونی باشم که تو دوست داری. میدونی برام، رفتار قبلی من بسیار کودکانه بود. اون برخورد با عروسک به من نشون داد که تجاوز به حق و حقوق کسی آدم و خوشبخت نمی کنه. تو چرا اینطوری شدی رانا؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ نمیخوام دوباره اون وضع پیش بیاد. خیلی میترسم. دلیلی نداره که بترسی. کسی با تو کاری نداره. اون از دست من عصبانیه؟ کی؟ خودت میدونی.
یعنی تو فکر میکنی که بانو ازت؟ بانو چه اسم زیبایی داره برام. تو حتما به بانو سر میزنی نه؟ چرا میپرسی رانو؟ میخوای نرم؟ نه حتما برو، خواهش میکنم برام، حتما برو بهش سر بزن، ممکنه تنهایی ناراحتش کنه. نمیخوای بازی رو تمام کنی؟ چرا بهرام؟ بازی شیرینیه، تو از چی ناراحتی؟ از همه چی؟ از تو، از بانو، از خودم. اون بچه‌مونو کشت، منو تو رم میکشه. قول بده نری سراغش. اشتباه میکنی بهرام، سر بچه من مقصر بودم. بانو خیلی مهربونه، من آرزومه که یه روز بشم مثل اون. تو مثل اون نمیشی رانا، اون عروسک آوار میشه رو سرت، رو زندگیت، لهت میکنه. میخوای منو خوشحال کنی؟ خب پس قول بده نری پهلوی اون ساهره، بانوی شیطون رانا، بهش نزدیک نشو، خواهش میکنه. چشم قربان، چشم قربان. داری میشه شبیه بانو، یه بانوی تمام عیار. وظیفت چیه ها؟ وظیفت چیه؟ بهت سفارش چی کردم احمق؟ چرا اجازه دادی بره اتاق بالا؟ آقا به فاطمه زهرا هر کاری کردم معرفش نشدم، دستشو بوسیدم، پاشو بوسیدم، زور زدم، التماسش کردم، قفل بالام که شکسته، چفت و بنز درستی نداره یا آقا. آقا تو بنا بود نیایی بالا رنا، به من قول دادی. چرا برام؟ یعنی دوستی منو بانو اینقدر بی اهمیته؟ تو یه آدمی، بانوی عروسک. خوب شدم شبیه بانو، ببین. قبول کن که کامل شدم، هیچی ردی ندارم. تمومش کن رانا، خواهش میکنم. چرا؟ من زحمت کشیدم، خیلی زیباست. رانا! بچه‌مون مرد! چرا تو هیچ وقت؟ تمومش کن رانا، تو رو خدا تموم کن. حتما ایرادی دارم نه؟ نه رانا نه، موضوع این که تو یه آدمی، الف، دال، میم، میفهمی؟ تو زن منی، رانا، نه یه عروسک کوکی. گوش کن آسیا، رانا شخصیت بانو رو قوی تر از خودش دیده، اعتماد به نفسش از دست داده، کاری که رانا کرده مثل غرق شدنه، غرق شدن تو رولی که میخواد بازی کنه. من میدونم رانا با خودش چی کار کرده، رانا بانو رو یه هوو دیده،
وقتی نتونسته نابودش کنه شده عین خودش. در حقیقت با جا دادن بانو در خودش، خودشو نابود کرده. مثل یه جور استحاله، یه جور مرگ تدریجی. چقدر تلخه. فکر نمیکردم اینطور بشه. متاسفانه شده. قصه یه هولناکیه بهرام خان. رعنا به خاطر شما به جنگ بانو رفته. به موقع کمکش نکنی رعنا رو از دست دادی. تو باید توی کاخ بزرگ باشی، یه موزه ساکت و سرد. شاید بتونی بدرخشی مثل یه تیک الماس، یه الماس قیمتی توی موزه. منم دلم میخواد، فقط من یه آدمم، یه آدم زنده. بیا با هم یه معامله کنیم، یه قراری بذاریم. میدونم تو همیشه برنده ای، اما من نمیترسم که بهت ببازم. یه روز جا تو بده به من، منم قول میدم برای همیشه از زندگیت برم بیرون. من یه کار ناتموم دارم که باید حتما تمومش کنم. قبوله؟ مرسی که قبول کردی. اون بالا؟ اجازه بدید من برم آقا. برو، کسی زنجیرت نکرده؟ نه خدا، آقا دلم نمیاد بکنم برم. منو بیکارایی میکنی شایم تنهایی زهرش آب میشه. میترسم شبی نصف شبی بیان سراغم تو خواب خفم کنه. تو این برفا چجوری میری؟ میرم آقا، برجون کتری باشه بیرم. ایوب کجاست؟ چسبیده به لاب، اون بدبختم داره میمیره. Thank you.
تو زیباترین قاتل عالمی. بانو، بانو، اصلا خواسته بودم بازی رو تموم کنی. نخواستم، نخواستم، نخواستم. آروم، 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 مواظب باشین، آروم. یه خال بهش بیفته همه عمرشتون گروه ها. آروم، آها، همینطوری. اینا رو با پول نمیشه خرید که. آروم، یواش، یواش، یواش. همه دنیا رو به گردی لنگش رو پیدا نمی کنی. خیلی مواظب باشین، یواش، با احتیاط. خیلی خوب، عجله نکنی، یواش، به جایی نخوره. آها، باریکلا، همینطوری.